کوروش. اینجا چی کار میکنی؟ مامان بله؟ اینجا چی کار میکنی؟ من ببینم داری زاخسیای من چوب میزنی؟ نه بابا زاخسیای چی؟ من از اینجا رد میشدم. آه اینجوری شد که رد میشدی؟ چون مسیرمه دیگه، هر روز من از اینجا رد میشدم. آه که مسیره اینجا. بعد دیدم این کفش اینجا خوب. گفتم همینجوری مال شما؟ نه خیر، مال کوروشه. مال کوروش. کوروش خب من میخوام ببینم شما اینجا چی کار داشتی این وقتی. من رایم گفتم مسیرم بود اینجا، رد میشدم یه دفعه دیدم این کفش افتاده اینجا، گفتم من بدم صاحبش. خب حرف آخره چیه؟ حرف آخرم کدوم چیه؟ اینی که گرفتی دستت این چیه؟ این کفش کوروشه. آقای پیردوست. بله خدمت شما عرض کنم که ببینید با این الان معلوم شد، همه چی معلوم شد، من همه چیزو میدونم. از بازی دیگه تموم شد. کدوم بازی تموم شد؟ مامانم. بله کدوم بازی تموم شد؟ من بازی کدوم؟ من گفتم بازی همین الان داشتی میگفتی. کدوم بازی تموم شد؟ بازی تموم شد. نه الان من تلویزیون میدیدم. آه. بعد بازی فوتبال داشت پخش میکرد. نه الان تموم شد. ببینم گفتم بازیشون تموم شد. خیلی بازی قشنگی بود. آره گوشاتو خوب باز کن. بله. ببین چی میگم. بله. من نمیذارم کسی با آبروی من بازی کنه. بله حواستو جمع کن. شطور دیدی ندیدی؟ شطور من. آره قربونه شطور چی با حواست جمع باشه. قربونت برم شطور چی. ببین اردل جان، اگر حواستو جمع نکنی یا در این مورد به کسی چیزی بگی، اون وقت من میدونم تو میکشمه. آره متوجه شدی آقای پیرگوز چی گفتن؟ متوجه شدی؟ صدا در نمیاد. صدا چی؟ در نمیاد. اردل جان دارم بهت میگم برای آخرین بار. بله بله این موضوع در مورد امشب به کسی هیچی نمیگی. حالا لال خفه خون اصلا چی کار داری؟ حضوری موقع میری خونت دیگه میگیری تخ میخواد. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. خوابای خوب ببینید. اردل حالت خوبه الان؟ الان به قیافم میاد که قشنگ حالم خوبه. نه نه الان یکم ترسیدی. آره خوب شد فهمیدی. من معذرت میخوام، پشت این در بنده رو تهدید به قتل کردن، متوجه این شما؟ میگم نرم میگی برو. خب برای اینکه من گفتم اینجوری بوره که آقای پیروز متوجه نشه. تو اصلا همچی جمله ای رو نگفتی. من یادم رفت این جمله رو بگم. اردل حالت چی شده؟ یکم تهدیدت کردن به مرد. آره میگم که حالا اگه اینقدر مطمئنی میخوای زنگ بزنیم که پلیس بیاد؟ خیر الان خیر. چرا؟ به چیزو من باید توضیح بدم. هی مو به مو. برای اینکه ما مطمئن نیستیم که پیردوز کوروشو کشته. وقتی که مطمئن نیستیم مدرک کافی نداریم. پیردوستم برده جنازه رو یه جای دیگه گور کرده، یعنی گم و گور کرده. بعدم حتما مدارک و این چیزای لازم رو از بین برده. پس در نتیجه ما هیچ دلیلی نداریم که الان به پلیس بگیم. اردل میگم که این قسمت تموم شد. خب برو نقش کارگاهی بازی کن، انقدر بد میاد. منیجه؟ بله. میگم تو در زندگی من همیشه یک عامل موفقیت، دلگرمی و تشویق بودی. اینا رو از ته دلت میگی اردن؟ آره. چه رومانتیک. من همین اسی او چیزا، اسی او اینا میخوان ما رو بکشن. نه من نمیخوام بمیرم. نه من مطمئنم. خود چون چیکار کنی؟ چی چیکار کنی؟ صدای آقای بامشاد. نه چی صدای بامشاده؟ این اسیه داره صدای بامشاد رو تقلید میکنه. آقای اسی که نمیتونه صدای بامشاد رو تقلید کنه که من رو در میگم بشین. میگم نمیخواد. فردا که برسیدن میگیم ما خواب بودیم نفهمیدیم صدا در رو نشنیدیم. ولش کن. اردل مژده بیاد بفهمه ما در روی بامشاد باز نکردیم ما رو میکشه. مژده بیاد. خب پس برو. مژده به مراتب خطرناکتر از یک قاتل بیرحمه. بفرمایید آقای بامشاد. بفرمایید. حالا شما ببخشید دیر وقت مزاحمتون شدم. شرمنده واقعا. هدفم این نبود که مزاحم. خوب هستی؟ خیلی ممنون. من شرمنده اگه یاد نداره شب رو اینجا بخوابم. خواهش میکنم. این حرف چی؟ منزل خودتون اینجا. با تو راحتم. احساس راحتی کردم با تو این حرف بزنم. ببخشید. خیلی خست. شب بخیر. شبتون بخیر.
خب دید. من کوروش به تو چی بگم؟ خودتو بدبخت کردی، باباتو بدبخت کردی. آخه من چه خاکی از دست تو به سرم بریزم آخه پسر من؟ الو الو اسی جان سلام، حالت چطوره؟ خوب آقا یه لحظه گوشی دستت باشه، من این دستمو بریدم یه چیزی بگیرم به دستم. گوشی الو اسی جان، نمیشه بگو ببینم. ای گیرش آوردی؟ آفرین باریکلا. خب چیکار میخوای بکنی؟ در مغازه؟ آه آفرین، آره قربونش، بیارش در مغازه، من الان خودمو میرسونم. آره قربونش، اومدم اومدم. میگم رفت. میگم اردل چرا آروم صحبت میکنی؟ رفت که دیگه آقای پیردوست. اینجوری هیجانش بیشتره. الان چیکار کنی؟ من میگم که ملیجه خانم اینجا کشیک بده، بعد تو هم برو یه سری به این خونه پیردوست بزن ببین چه خبره. آفرین. ببخشین گفتی تو؟ آره دیگه، قرارمون نقشه همین بود دیگه. نقشه همین بود؟ آره. نه من تصحیح میکنم جمله شما رو. منیجه اینجا کشیک میده. ما یعنی من و تو با هم میریم خونه آقای پیردوست سر و گوش آب میدیم. افتاد الان؟ آره خب عدل میگم میشه من نیام. میدونی یادم افتاد یه تلفن خیلی واجب بعد به عیال بزنم. من و تو با هم میریم بالا خونه آقای پیردوست سر و گوش آب میدیم. میشه حالا بریم زودتر؟ بفرمایید. مریجه اگر اتفاق افتاد هرچی فلان نه ما رو خبر میکنی سریع. خب آره برو برو. مواظب خودت باشی. خوب چشماتو باز کن. این چه قیافه ایه؟ تو حرف دو بزنی راحت کردن آدم. خوب چشماتو باز میکنی کل خونه رو میگردی. ما باید مدرک جرم پیدا کنیم. فهمیدی؟ آره میگم مدرک. من یه پیشنهاد خوب برات دارم. تو اینجا حسابی بگرد. منم میرم دم در ببینم پیردوس یه وقت نیاد. نمیخواد. منیجه پایین وایساده دم در. تو نمیخواد جایی بری. تو برو اون ورا رو بگرد. من این ورا رو میگردم. گوش کن. مدرک جرم وقتی پیدا کردی دست بهش نمیزنی، برای اینکه اثر انگشتت روش میمونه. نه ترس بابا، من مدرک جرم ببینم اصلا قش میکنم. خودتو لوس نکن برو. هردر هردر یه ذره مدرک جرم به درد میخوره، اینو پیدا کردم. این چیه؟ چاقو. الان چی گفتی؟ جملت چی بود؟ یه ذره مدرک جرم، یعنی زیاد اول تعجب کردم ولی دیدم چیزی نیست. این یه ذره مدرک جرمه؟ این یک ذره مدرک جرمه؟ آی کیو این همون مدرک جرمه، همینه. مگه نگفتم نزن اثر انگشت دوش بونه؟ این یه ذره مشکوکه. این همون آلت قتله. آره. عدل چون اینه بگیر بام شد. ای خدا. خب چرا اینقدر طولش میدن این آخه؟ سلام آقای پیردوست، حال شما خوبه؟ شما اینجا کاری داشتین؟ خوب هستی؟ من دنبال چیزی میگشتین؟ من آره دنبال اردل.
اردل اردل این وقت روز اینجا چی کار میکنه مگه نرفته منچولبا؟ منچولبا منچولبا رفته الان اردل من یادم نبود بعد یادم نبود که اردل رفته منچولبا گفتم که چیز بشه شما چرا زود اومدید؟ آخه من کلید و جا گذاشته بودم مغازه رو مجبور شدم که برگردم حالا دیگه چیزی گفتین شما؟ نه آخه گفتم که به سلامت کلید جا حرفی زدین؟ آه نه اردل من هیچ وقتی میترسم نمیتونم خوب داد بزنم بامشاد بامشاد بابا بلند شو حالا تو مونده تو فقط قش کن چاقو جنایت مرگ بامشاد قتل و جنایت صدای پا میاد پیر دوسته کجاست؟ یعنی جا باید قایم میشیم حالا میاد برو تو دستشوی برو تو دستشوی مرسی جان نه نه بابا کلید مغازه رو جا گذاشته بودم آره عزیزم اومدم راست اومدم اردل میگردین؟ نه من شما ندیدینش؟ من کجا باید ببینمش؟ خونتون نه نه من منظورم اینه که شما کلن اصلا اردل ندیدین تا حالا ببینم شما حالتون خوبه ملیجه خانوم بله ممنونم قربان شما من اومده بودم یکم هوا بخورم آهان لازمم دارین بفرمین هوا بخورین بله ممنونم خیلی باقی کوروش مرده اما سلام برسونی خدمتشون به هر حال بله چرا نمیگن اینو سلام حالیتون خوبه؟ خیلی ممنون برای چی داد نزدی؟ اردل میدونی من وقتی که میترسم بعد نمیتونم داد بزنم بچگی میتونی بودم اما الان یادم نبود اینجا رو ما رو بگیم به کی گفتیم هوای ما رو داشته باشی درست صحبت کن با خانوم من داری صحبت میکنی الان اصلا وقت دعوای نیست من خواهش میکنم بگی که چیزی پیدا کردین اون بالا بله اون چه که دیگه دیدیم همه چیزو من یعنی ما فهمیدیم که پیردوست گروشو کشته بله اون پیرمرد سنگدل اون پیرمرد سنگدل این کاری کرده ما چاقوی خونالودی شدیدی ببینم برای آقای کوروش درست عقل درست حسابی نداشت اما نباید میمرد نکشته نباید میشد به پلیس خبر بدید به پلیس بله بریم بگیم خیلی خوبه صبر کنید بابا صبر کنید شلوغ نکنیم باید صبر کنیم پیردوس برگرده خونه بعد زنگ بزنیم ما بعد از روش غافلگیری استفاده کنیم فهمیدیم بله کیه؟ 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 بفرمین وای اردل دیدمش چیو؟ پیردوست رو تو راه رو دیدم داشت میرم طرف خونه شون وای دیگه وقتشو باید زنگ بزن خیلی خوب عجب خون سرتون الو سلام علیکم حال شما خوبه؟ خیلی ممنون آقا در این خانه ما یک قتلی رخ داده من اردلان پشندی هستم این نه پشندی الو چرا اینا نیومدن علی سلام علیکم سلام علیکم
خیلی خوش آمدید. خسته نباشید. خیلی به موقع اومدید. خواهش میکنم. منزل آقای پیردوس همینجاست؟ بله بله. اینجا که اینجا که خدا نکنه نه. بله. اونجا بالا هست. بله. شما تماس گرفته بودید؟ بله من زنگ زده بودم. بله. خدمتتون. بله. خیلی مراقب باشین. بله. الان قاتل اونجا تو اتاقش نشسته. خیلی موقع خوبی اومدید. بله. ممنون. با اجازهتون. آها خیلی مواظب خودتون باشین لطفا به خاطر اینکه ممکنه مسلح باشه. بله. میخواین من همراهتون بیام؟ چون نه من میرم. نه خیلی ممنون. تشکر. شما تشریف داشته باشید. هستیم اینجا. بله. شاید یه بام شاید بگی من میام. بله بله ممنون. گریه برای چی میکنی؟ اومدن دیگه. آقای کوروش. الان میگیرنش. بدبخت بیچاره پیردوست. چرا اینقدر طولش میدن؟ اردم پس چرا نمیارنش آقای پیروز؟ احتمالاً اینا به هم این مقاومت کرده، اینا به هم درگیر شدن. کاش که نیم میرفتیم نگاه میکردیم. نه بابا هیچ هم درگیر، الان دستبند زده میارنش. آره ببین اگه آوردنش با همیشی که هم بلند میشن یه دونه چپ و راست میزن. دارم میارنش. ساکت ساکت. هیچ میاد از این مسائل دیگه. بله. در حال من از شما معذرت میخوام. ببخشید ما رو دیگه. خواهش میکنم شما مراهمی مزاحم چیه؟ در هر حال یه سوء تفاهمی شده بود دیگه. شما ببخشید. بله بله. میدونید که وظیفه ما بوده تحقیق کنیم دیگه. بله وظیفه شماست. در هر حال تشریف بیارین این طرفا منزل خودتونه. بله حتما حتما. شما هم از این به بعد دقت کنید یه چیزی رو مطمئن بشید بعد گزارش بدید. بله من بله 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 با اجازت های پیروز. با اجازت خوش آمدید. ببخشید. خواهش میکنم قربون شما. خیلی من خیلی ممنونم. خیلی حالا دیگه مأمور میرفتین در خونه من؟ آره این زنگ زد مأمور فرستاد. من چیز مزاحمتون نمیشیم. ببخشید بریم. این تشریف بیاری خونه ما. بله 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 من قاتلم. یک قاتلی نشونتون بدم که خودتون حس کنید. آره قربونش. حالا میبینید. دیدین؟ هیچ کاری باهاش نکردم ولش کردم. حالا چیکار کنیم؟ اردن؟ برای چی هیچ کاری باهاش نکردم ولش کردم؟ من چه میدونم داباد همه مداره که جرم اینا رو مخفی کرده. چه میدونم؟ چیه؟ اگه پیردوس بفهمه ما لوش داریم بیچاره منو میکشه. اردن نکنه بیاد ما رو بکشه. بابا مگه الکیه؟ مگه ما مرغیم؟ ممکنه بیاد منو بکشه. و به حیات من بگم عیار بتونیم جواب عیار چی بدم؟ من الکی که نیست بابا. ببین اون الان فهمیده که ما فهمیدیم که اون کوروشو کشته. خب منتها فقط باید مواظب باش. اصلا خودم جوابشو میدم اگه بیاد در بزنه. قهرمان بله اردن. بله الو 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 چی گفت؟ بله کار داشتم. ببخشین یه موقع دیگه اگه ممکنه زنگ بزن. چی یعنی بیاین؟ خوابیدن. بله؟ الان کارت دارم. الان کار؟ من الان نمیتونم در و من تو حموم هستم. ببین پس میخوای در رو بشکنم و بیام؟ نه ما در رو وا میکنیم. وا کن. بفرمایید آقا پیر. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. مشرف فرمودید. خیلی خوش آمدید. شما خوب هستید. خیلی ممنونم. ببینم خب شماها به پلیس گفته بودین که من کوروشو کشتم. من ببخشید من شما به عدل کار دارید. من برم منزل دیگه. نخیر تشریف داشته باش. با هم شاید چون با خود شما هم کار دارم با اردل هم کار دارم. آقای پیردوس پس چون خصوصی من میرم نه شما هم تشریف داشته باشین با همه تون کار دارم. به پلیس من نه زنگ نزده بودم. نه تو زنگ زده بودی. نه این فکر کنم زنگ زده. مزاحم بوده. مزاحم بوده. چطور مگه؟ ای جان عرضم به حضور شما که کوروش فضولی کرده بود. آره. هر کی فضولی کنه باید کشته. بله. شما واقعا آقای کوروش رو کشتی؟ چطور مگه؟
باید پشتش آدم فضول دیگه، هر کی فضولی بکنه باید کنه. بله ندرست میگم، الان گرفتم چی شد. ایشون بزرگتره، هر چی میگه همینه. درست میفرمایین شما. بله ایشون طرف ما رو تهدید میکنه، بعد تو همینجوری وایسادی میگی که خوب میکنه که ما رو تهدید. تهدید میکنه نه با تهدید نمیکنن، گول میگن. خب ببینم حالا اگه بخوام تهدید کنم میخوای چیکار کنی؟ آقای پیردوس من اجازه بدین من یک مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. شما الان تو خونه من هستین و من به شما من اجازه نمیدم که شما به هیچ عنوان اجازه نمیدم که ما رو تهدید کنید. خب مثلا من ببینم اگه یه موقعی تهدید کنم اون وقت مثلا چی میشه؟ آقای پیردوس ما سه نفریم، شما یه نفر. شما تهدید میکنی؟ خوبم تهدید میکنی؟ چشمون دراد نمیبینی؟ ببینی بامشاد جان یک وقتای فضولی هم جا داره، ببینی معذرت خواهی هم جا داره. کوروش هم اومدم من معذرت خواهی کرد اما دیر شده بود دیگه، مجبور شدم بکشم. حالا ما میگم که با یه معذرت خواهی میشه جمعش کردن. نمیگم که عدد یه معذرت خواهی از شما بکنیم ما هم بریم خونه دیگه دیره. گفتم بامشاد جان برای معذرت خواهی دیر شده. اتفاقا کوروش هم اومد عذرخواهی کرد، دیر شده بود. هرچی شما بگید. حالا ببینی من اومدم بدون سر صدا شما ستا رو بکشم و برم خیال خودم رو راحت کنم. بیا من حالا یه مدت که خودت شاگرد من واسی همه چی یاد میگیری، ولی یه حبس و برو تو. حتما چشم شما درست میفهم آقا کوروش. چرا دارین فرار میکنی؟ ماما بابا من چیکاری؟ انقدر راحت میکشمتون که اصلا حس نکنین. کوروش هم همینجوری کشتم راحت مرد. آره قربونه بابا. نه ما هر حرکت شما واسه ما یه درسه. حالا اون سایتتون رو میدم آقا کوروش، ما با ساتون بیاریم با عزت. بفهمید اسی صدای چیه؟ صدا خونه هر دل میاد اسی که دارن یه سری رو میکشن. بریم که آنجا شو کنه تو میشکنه. ای قاتل زدی؟ اون وقت حبس برای چی رفته بودی؟ رفیق نابا به جون اردل خبر نداشتم که بهم جست دزدی انداخته. همش تقصیر خسرو بود، بردم تحویلش دادم، آقا کوروش رو ول کردم. اسی زدی بابا رو ناکار کردی. شرمنده ایم آقا کوروش، ما که عذرخواهی کردیم داداش، متوجه نشدیم چی شد، یه لحظه خون جلو چشامونو گرفت. آخه این چی تو ساک بود که چقدر سنگین بود زدی داغون کردی؟ چیزی نبود، اول 15 کیلویی بود. اون تو باز ورزش کنی، ورزش نکنی کلات پس معرکه است. هی کلمه کل باید خفن باشه، اون تو ازول مزول باید صف باشه، کارت را بیافته. ازول مزول؟ آره دیگه آقا با گرفتم الان چی میگی؟ اون تو اگه دنبه باشی کلات پس معرکه هست، هیکل تریپش خفنیه. آره بگر فهمیدم، متوجه شدم. من فکر کردیم بابات کشتته. کشته؟ البته احترام پدر واجبه. میگه بچه بلبل بودم و دور از پدر، در میابانی پر از گرگ و پلنگ، از مادر زاده نشده کوروش بدصفتو بکشه. کوروشی بدصفت؟ آره اون تو عصبانی میشدم بهم گفتن کوروش بدصفت. بله بله. اون وقت ببینم من مزد خودت سیبیلا چیه گذاشتی؟ همین جوریه، اون تو از سیبیل داشته باشی حق تو بتونی بگیری. آخه دو روز اینقدر شده عجیبه. نخم بذار ببینم این چه قیافه، این کارا چیه؟ تو ببین چه بلایی سر بابات آوردی آخه. بابا دیگه سر به راه شدم، اومدم بیرون تو سرم خورد به سنگ، میخوام یه کاسبی رو اندازم زن بگیرم و دیگه از این کارا. چه کاسبی؟ اون تو با یکی آشنا شدم اسمش شهرام قاچاقه، گفت با قاتل از این فرش میاری اون بره، من پولش خوبه برگردونیم دیگه همه چی ردیفه. با قاتل؟
قاطر. قاطر. فرش قاچاق ببرین اون برای من؟ آره آره آره. نه بچه خوبی هم هست. گفت با قاطر ببریم ارزون تره. آره. آره. اردل جان. یه دقیقه ببخش. صبر کن شما که الان خوب نشدی. یه دقیقه اجازه بده. من اولش هم باید اینو میکشتم. من اونجا یه سوال کردم تو حبسم برای همه یه سوالی بودین هیچکی نمیدونست اینو پشه ها روزه کجا میده اردل 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 بیا بیا بله داشتی میرفتی نه خب نمیخوای تا ظهر اینجا وایسم خب باید برم دیگه بیا خیلی خب چیه این؟ این لیست خرید اردن این فرمان حمله مصر به هنده؟ این چیه؟ اردل ببین آخه ما مهمون داریم 10-12 نفر خب بعد وقت من و مجده تصمیم گرفتیم که ددیو سورپرایز بکنیم به خاطر اینکه در واقع سالگرد تاسیس منچول باز و بعد اینا رو تهیه بکنیم که درست بکنیم چقدر بسن. جالب واقعا 47 قلم جنس نوشتی من معذرت میخوام خیلی جالب چی قراره درست کنی ببین خورشت قیمه خورشت بادمجون خورشت کرفس یه خورشتای دیگه که یادم رفته بعد مرغ و اینا بعد قرار شده خورشتشو من درست کنم بعد پلوشو چیز درست کنم مجده آره آخی ورشکست نشن یه وقت خورشتاشو 17 مدل شما درست میکنی برنجاشو مجده خانوم خب برنجاشو شما درست کن خورشتاشو مجده خانوم نمیشه اردل برای که ما قرار گذاشتیم خب قرار رو به هم بزنید لطفا نمیشه اردل خسیس نباش خسیس به خسیسی ربطی نداره که یه فکر دیگه اصلا چی؟ به جای اینکه 69 خورشت بی نمک و بی مزه و پلو شفته درست کنی یک نوع غذای با کلاس درست کنیم بذارین جلو مهموناتون مثلا چی اردل؟ سبزی پلو با ماهی آخه ببین من خودم خواستم همین کار بکنم خب ولی بعد دیدم که خب چون خیلی مهمون داریم بعد حساب کردم هر نفر دو تا ماهی ممکنه بخوام بخورن بعد وقت میشه 20 تا بعد شما نگران ماهیش نباش مگه ددی ماهی قزل دوست نداره چرا خب چی میگی ماهیش با من شما برنجشو بفرمایید مژده خانم فقط شفته نفرمایند باشه اردل دست درد نکنه امر دیگه ای نداریم نه مواظب خودت باش بابای مامایکای اردل اومدی؟ نه بده من این که چیزش دیگه بابا بذار ببینم بده من چیه؟ اینو من درستش میکنم هیچی نیست هیچی نیست اینو درستش میکنم میگم کوروش جانم من برم کجا دیگه اینو درست کن من میام خب باش من اینجا بام کار داره برمیگرد نه ایل را نندازی دنبال خودت دوباره بیاری ماهی گیری من که ایل را انداختم این دفعه دوباره بامشاد رو میگم یعنی بامشاد نیاد بامشاد نیاد اردل به من هیچ ربطی نداره این دیدی گیر میده سپیچ هیچ کارش هم نمیشه نمیفهمه نباید اصلا بفهمه حساس موضوع یعنی اینقدر حساسه شدید حساسه منم حساس گرفتی الان نه آره واسه چی اینقدر حساسه نمیفهمه باز میگم یعنی با هم دوتایی میریم اونجا ماهی رای اینا رو یاور استادش میکنیم این یاور استادش الان نگی به کسی نه اینو یادت باشه خب آها با ماشین منم میریم با زانتیا میریم من خیلی حالا یه تیکایی میدم تو بشینی نگی به کسی نمیفهمه نه. گفت افتاد الان آره. نمیگی بخواه اونو درست کن من باشه. میام سلام علیکم سلام آقای ددی بفرم همه چی رو برای همه چی درست شما دوتا بله بله گوش کنی ببین چی میگن بله فردا عروسی بچه خواهر من هستا بعد شما باید برید اونجا که در یکی از شهرهای شمالی برگزار میشه مراسم به سلامتی مبارک باشه مبارک
بله. ان شاءالله خوشبخت باشن. بله خوشبخت باشن. اونا خوشبخت میشن. شما نگران نباشید. بله. هم بابای دختره پول داره است، هم بابای پسره پول داره. خوشبخت میشن دیگه. بله بله. فقط یک چیزی. چه؟ شما فردا باید یک جوری برین که ساعت 7 اونجا برسید. بله، باعث افتخاره. بله بابا. بله. یک چیز دیگه، اونجا بعد از شام مراسم عروسی اونجا رسم است که بعد از شام سینی میچرخونن. بله. دست میکنی تو جیبتون، همچون تراول میریزی رو تو سینی. آبروی من اونجا بخری. چیه عباس، تا اسم پول شد خودتونه میگردین، چیه؟ بله بله. نه نه نه، همچون اتفاقی بود. نه آقای ددی ببخشید، اینا تو جیبشون این شیپیشه داره پشتک وارو میزنه، چیزی ندارن. اکبر سرتون، معلوم نیست همه پول از من میگیرن، چه غلطی میکنن اینا. بیا اینا رو میدم که بندازی تو سینی، بعدم بردار. بله چشم، خیلی ممنون. من میدم بهشون بعدن، شما بیدم. ددی جان من میگم برم کار داره. میگم که شام منزل ما تشریف دارین، یادتون نره. بله من یکی دو جا کار دارم، بعد اگر رسیدم تازه، اگر رسیدم میام اونجا. شام چی داری؟ قربان، سبزی پلو با ماهی، ها ماهی قزل. آقای ددی اجازه بدید منم بیام اونجا که این چیزاشو در بیارم، استخوناشو، یه وقت به گلوتون گیر نکنه. گفتی شام با ماهی سبزی پلو قزل. ماهی قزل. من خب گفتم که اول میام شام خونه شما، بعد اگر رسیدم یکی دو جا کار دارم میرم اونجا. خواهش میکنم. خیلی این تراولار هم بدین اونجا تو عروسی تو سینی بندازی. خیلی خرج نکنی، همه رو بره پیفک بخری. الو الو کوروش، کوروش جانم. الو، آره کوروش، زنگ زدم بگم یه ساعت زودتر میریم، باشه؟ گوشی رو داشته باش. کارتو بگو. ببین ما نریم اونجا دست خالی برگردیم کوروش، موضوع حیاتیه ها. دست خالی بر نمیگردیم جی جی. سیناشون اونجا یا بر گفته قزل 1.80 استاد میشه. فقط یه مسئله یه خلوت بریم، من و شما. آره آره، فقط باشه. پس من رأس ساعت 3 منتظرتم، قرار ما رأس ساعت 3 باشه. میگم اگه قرار ساعت 3 بریم الان باید را بیفتیم. ماهیگیری تشریف میبریم؟ ها؟ ماهی بله. نمیان شما؟ چرا نمیام؟ چرا نمیام؟ میام. چی بردارم؟ ها؟ چی باید بردارم؟ ساک چی؟ ها؟ ها؟ چیه؟ چرا تعجب کردی؟ گفتم چی باید بردارم برای ماهیگیری؟ نه حالا الان که خسته ای که میگم یه دفعه با من بیا بریم ماهیگیری. شما خیلی دوست دارم. کوروش جان، آدم چیز نقدو میذاره دنبال یه چیز نسیه باشه. همین الان به من بگو چی باید بردارم، زود باش. من که نگفتم بیا بریم ماهیگیری، که من گفتم نمیای بریم ماهیگیری. آخه کوروشان اینم همون معنی رو میده دیگه، آرزوی هر پدری هم که با پسرش بره ماهیگیری. آره قربونه میری عزیزم، پدرم میری با پسرت ماهیگیری تو، ولی من دیگه کار دارم. ولی کوروشا من میبری ماهیگیری یا از ارث محرومت میکنم؟ از ارث محرومم کن، من نمیبرم. ببین من که دلم نمیاد که تو رو جگرگوشم از ارث محروم کنم. آه. پس میریم چی ماهیگیری؟ نه بابا نه، یا کجا میای ماهیگیری؟ بریم. باش باش ببخش کرده، ببخش دیر شد. هرچی دنبال قلابم گشتم قلاب هر پیدا نکردم، قلاب ماهیگیری رو. چی دیر شد؟ ماهیگیری دیگه بابا. ماهیگیری؟ آره. ماهیگیری قراره بریم مگه؟ آره بابا، من قرارمون ساعت 3 بعد از ظهر بود. قرارمون؟ قرارمون؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ من با یکی دیگه قرار گذاشتم، بعد در ضمن از کجا میدونی ما میخوایم بریم ماهیگیری؟
ببین من با کوروش قرار نیست برید ماهیگیری. خب به تو چه؟ تو از کجا میدونی ما با کوروش قرار بریم ماهیگیری؟ گیر نره دیگه، من که وبال تو نمیشم. نمیفهمه، میگم ما ماهیگیری قرار نیست بریم، اصلا کجا این حرفو میزنی؟ آقا جون من میگم که من میرم این گوشه ماشین میشینم، بعد میرم ماهیگیری، من یه گوشه برای خودم ماهی میگیرم. حالش نمیشه، باز میگه ماهیگیری. میگم کسی قرار نیست بره ماهیگیری. درسته کسی نیست بره، یعنی قرار نیست بره ماهیگیری، ولی تو کوروش قرار بره. باز حرف خودشم نمیفهم. ما اصلا ماهیگیری قرار نیست بریم، چه چرت و پرت برای چی میگی؟ باشه من کاری با شما ندارم. سلام علیکم. باشین دایی سلام رسون گفت من با خودتون ببری ماهیگیری. بله ماهیگیری دیگه، بریم ماهیگیری. خدا کسی قرار نیست بره ماهیگیری. اصلا دایی سلام رسون در خوبه حالشون؟ سلام رسون، سلام رسون، سلام علیکم، سلام علیکم، جمعتون جمع ها. آره دیگه جانا بریم. کجا بریم؟ ماهیگیری. همینه کم داشت دیر شد دیگه، بریم دیگه. نگفتی به کسی؟ نه نه هیچ، نه بفرمین بریم ماهیگیری. بریم خودمون دوتا میخواستیم بریم ماهیگیری. داشتیم میامدیم چی نوشته بود رو این تابلوه؟ والا من که خوندم نوشته بود صیادان محترم در فصل جاری به علت تخم‌گذاری ماهی‌ها صید ماهی در این رودخانه ممنون. آقا جون تعطیل، آقا تعطیل، آقا تعطیل. بابا چی نوشته بود؟ ممنوع است دیگه، کار خلافه. کار فصل تخم‌گذاری ماهی‌هاست قربونش. آره دیگه. نه بابا این اینجوری نیستش. نوشته بود در فصل جاری، در فصل جاری سید ماهی از این رودخانه ممنوع. آره که فصل جاری نیست. آره عزیزم فصل جاری 4-5 ماه پیش بوده، جاری بوده. آره در هر حال اونجا نوشته بود ممنوع از پاشو میخوری ما. حالا من گفته باشم من خودم میدونم فصل جاری که شما نمیخواد بگی ما چی کار کنی. شما بلنشو تابلو رو بشکن، یه بسات آتیش درست کن، کباب کنی ماهی رو. تابلو رو بشکن، آتیش درست کن. آقا من میگم این خلافه، نگیرین این ماهی رو. ای بابا آقای پیردوست، ماهی های اینجا پستان دارن، اون توک گذارن، اون یکی اقیانوس هست. پاشو میخوریم آقا. آقا در رفتن، هی حرف میزنین، ماهیگیری تو سکوته بابا. من که دست نمیزنم. چیشا؟ درست کردیم؟ باش بابا تو هم، هی برنج آب کش میکنی، داریم ماهی میگیریم. ای بابا چی نوشته بود های مشابه؟ نوشته بود که بله؟ ماهی های چی؟ محترم، ماهی های محترم صیادان محترم. اجازه بدی چی نوشته بود؟ ماهی های محترم لطفاً در این فصل جاری تخم‌گذاری اکیدا ممنونین. به اونا گفته، به ما نگفته. ماهی ها گفته تخم‌گذاری ممنوعه. ماهی های محترم شما اشتباه کردید. ماهی تو بگیدید. ببین همین کارا رو میکنی، نمیارمت ماهیگیری ها. یه اوزیون برونی نکن، اونجوری فرار میکنن. حرف میرد بقل که چقدر خوشمزه بید پشندی جانم. اصلا در این دنیای با عظمت هیچ چیز به اندازه سبزی پلو با ماهی و غزلالای تازه به من نمیچسبه. بله جانم، البته دادی جان این سبزی پلو و ماهی خدمت شما به مناسبت تاسیس منچول باف بودش. واقعا هزار تا از این سبزی پلو با ماهی یعنی باید فدای یه آجر چیز بشه، آجر منچول باف. دادی جان توجه بفرمایید به عرض من. ما موقعی که میخواستیم شام درست کنیم یکی از دقایقمون، یعنی دغدغه هامون میشه، آره، که از دغدغه های منیجه این بود که خب چی درست کنیم. اصلا تصمیم این بود که غذاهای دیگری درست کنیم، منتها منیجه گفت، یعنی من به منیجه گفتم که دادی چی دوست داره؟ سبزی پلو با ماهی قزل. برنامه ریزیه رو یهویی ما عوض کردیم همه رو. بعد منیجه اینجا گفت که تذکر داد، گفت ما که ماهی نداریم این همه قزل. گفتم چشمم کور بزنه بیرون چشم، ددی چون تأسیس سالگرد منچول بافه قزل دوست داره. یک چون که ددی قزل دوست داره، دو این که تأسیس منچول بافه. گفتم چشم کور ماهی میخرم، رفتم ماهی تازه خریدم آوردم نوشه جانتون شد گوش شد به تنتون. به افتخار تأسیس منچول باف دست بزن. شلی همانطور که میدانیم صید ماهی در فصل بهار
به دلیل تخم‌گذاری ماهی ها اکیداً ممنوع می باشد. بله این چی حالا هیس و پیس بله عرض آقا بکن. اونجا دیدی اون تابلو چی بود؟ روی اون تابلو نوشته بود فصل تخم‌گذاری ماهی ها ممنوع است. بله مگه چی شده؟ در فصل تخم‌گذاری ماهی های تخم‌گذار اینا رفتن هر کدومشون نفری 200 تا ماهی گرفتن از اون خونه. بله اردن تو که گفتی تمام ماهی ها رو خریدی؟ ما خریده بودیم. پس آقای پیروز چی میگن؟ هیچ هم نخریدن رفتن از رودخونه ماهی تخم‌گذار سید کردن و بردن دادن به شما پول نداشتن. چیزی بگیم بابا حالا دیگه میرین از توی جو ماهی میگیری میریزین تو حلق من. بابا ما چو که ماهی نداریم خوز شما رو من میکنم مردمان ساحل نشین و صیادان حرفه‌ای اعتقاد دارند که سید ماهی در فصل بهار خشم طبیعت را برانگیخته و با طغیان آب و رودخانه ها و جاری کردن سیل و فرود آوردن سائقه انتقام ماهی ها را از صیادان میگیرد. من چی میخواستیم بشه دیگه؟ دیگه چی میخواستیم بشه؟ خشم طبیعت سائقه بودی؟ سائقه شوخی بردار نیست مرتضی قربون. یکی از رفقای من یه آهو چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ دو روز بعدش ساقه اومد ماشین دورت کرد از اون. نه بابا اون جاده شمال که همین جوریش خشم طبیعت اصلا. آخ کور شدم کور شدم کور شدم. اینا چیه اینجا ریخته؟ داشتم شم و روشن میکردم بابا. شم رفته تو چشت سائقه نرفته که. آخ واسه من برم مسئله پانسمان بیارم. اینا نگردم اینا. آخ کور شدم بودو کوروش. آخ سوختم. آخ چشمم سائقه زد چشمم. اردن بله. صدای چی بود؟ این صدای پیردوس بود. میگم اردن اتفاقی براش افتاده یعنی؟ پاشو خورد سائقه زد الان مغزش ریخ کف حلقش. وای اردن میگم اصلا نمیخواد که ما بریم ببینیم چی شده. ما هم همینجوری میشیم. ما هم باید منتظر باشیم این بلاه سرمون بیاد. نه اصلا نمیریم بالا. نه برو بگی بخواب. ما الان بریم بالا یه سائقه هم میخور تو مغز ما. شب بخیر. شب بخیر. کوروش بابا کوروش بابا کوروش یا سائقه است حتما باید سائقه بیاد از خواب بیدار بشی. حتما کارت دارم دیگه بابا. خب چی کار داری؟ خوابیم آخه بابا. بلند شو. خب منم میخوام یه دو ساعت بخوابم. بلند شو دیگه. خب بگی بخواب. چرا من از خواب بیدار میکنی؟ بابا جان من ببین یکی اما دو نفر باید شیفت بده. نمیتونیم دوتاییمون بخوابیم که. من میترسم تو خواب یه اتفاقی بیفته. چرا انقدر میترسی تو؟ خجالت بکش دیگه بابا. بخواب. ببین به دلم افتاده که یه اتفاقی میفته. تو بلند شو برو وسایل پانسمان رو برده بیار. بلند شو. اگه قرار بود اتفاقی بیفته که افتاده دیگه. حالا نخواب. بلند شو برو لوازم اون کنفرانس رو بیار. پای چشم درد میکنه. همش حرف میزنه. همچی ماهی میگیرم همچی ماهی میگیرم
آخه من ماهی گیرم، ماهیای خوب دارم، آخه من ماهی گیرم، بامشادی ماهی گیرم، ماهی گیرم، ماهی گیرم، دل من از گرسید ماهی الان همچین میگیرم، شکارت میکنم. بامشاد ایال خوبی؟ ایال ببین چه ماهی گنده ای گرفتم، میبینی؟ بامشاد تو که میدونی من خوابم سبکه، مورچه بغلم رد چه بیدار میشم، چرا اینقدر تو خواب حرف میزنی؟ آخه ماهی گرفتم. بامشاد این ماهیه؟ چرا بالش رو گرفه؟ ای وای ایال، وای چه کابوس وحشتناکی میدیدم. ولی یه ماهی گنده گرفتم، اینقدر میدونی خواب دیدم از این تنگی دارم همینجوری ماهی میگیرم، ولی یه رفعه ماهی بزرگ، وای چه کابوسی بود. ببین بامشاد، سعی کن بگیری بخوابی و مجدداً سعی کن که دیگه کابوس نبینی. دیگه کابوس نبینه. باشه. باشه. صدام بی صدا. باشه. الا کنم. ماهه. بله. یه دونه ماهی با ما بیست. پورت کنم؟ بله، دومشو بده. دومشو؟ بله. چقدر میشه؟ بده همونو. ماهه! های بله. ماهی میخری؟ بگی اون بر، بگی اون بر. ماهی میخری؟ من خودم ماهی فروشم، ماهی میخرم. بیا اینو بخر. میگم ماهی فروشم، من ماهی میخرم. این ماهی با ماهی های دیگه فرق میکنه، بخرش. گندوتره که. آی کیو، من ماهی میفروشم، ماهی بخرم. بیا اینو بخر. میگم نمیخوام. دیر داتال، نمیخوام. میگم بخر. حالیش نمیشه، میگم نمیخوام. بخر. نمیخرم. یه بار دیگه بهت میگم، بیا بخر. نمیخرم میگم. ببین اگه نخری با همین ماهی میزنم تو سر صورت. تو میزنی؟ بله. بگه اون بر. تو میزنی؟ بله. پس بگیر نوبر. کامسا الان کنم. آها اردل، اردل پاشو. چه؟ چرا داد میزنی؟ اردل، تو حالت خوبه الان؟ من همیشه حالم خوب نیست. نه همیشه حالت خوب نیست؟ توی منیجر؟ آره منم. اردل بیا آب بخور، برات خوبه. بیا تو خوابم دست از سر من بر نمیداره. این کی؟ قلمبه بامشاد. چی شده بود مگه تو خوابت اردل؟ خواست به من ماهی بفروشه. ماهی آخه؟ خب این که ترس نداره. اردل بیا آب بخور، ببین فردا تا شمال میخوای رانندگی کنی، بخور. شما؟ آره دیگه. منیجه ول کن، برو یه جوری این ددی رو منصرف کن، سائقه میزنه نصف میشیم، این کار عاقبت نداره ها. اردل آب بخور، به خاطر اینکه حرف ددی یکی تغییرم نمیکن. حالا خیلی خب، نمیشه ما نریم؟ نه نمیشه ما نریم. خیلی خب، بفرمایید شما برو. آه
یه ماهی گیرم من، ماهی میگیرم من، ماهیش خیلی خوبه، مال دریای جنوبه. پدر جون شما سریعاً باید بری پیش چشم پزشک، چون که خیلی کبود شده دیگه. یعنی چقدر کبود شده؟ خب پس بگو انقدر کبود شده دیگه. بگو کور شدی خلاصم کن دیگه، کورش دیگه. اولا که شما کور نشدی، دومن شما خیلی شانس آوردی که یاور خشم طبیعت یه چشتو استاد کرده. بله بازم جای شکرش باقیه که به همین اندازه مونده. ما باید تشکر کنیم بیشترین بلا سرمون نیاد. نه ولی من دلم به حال اونایی میسوزه که فردا دارم میرن شمال، مال ما که دیگه تموم شد. آخ 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 گفتی کوروشا گفتی. آره قربونش. آره قربونش. آهی گیرم من، ماهی میگی دست منو بکن. آخ آخ میگم عدد. بله گیرباکس هم گیرباکس دیگه، درش بیارونه. در آوردم گیرباکسو، کامل گذاشتم تو باغچه. ها ایوال خوبه. میگم عدد میخوای چرخای ماشینو در بیاریم؟ آی کیو چرخای ماشینو در بیاریم میفهمن کار ما بوده. میگم بده که من اون پیچگوشتی رو حرف میزنه. این چیه الان؟ بده من اونو، اینو بگیر. این چیه؟ چیه؟ اینا همه این موتور ماشینه. خب همینه دیگه، میگم اینو در بیاریم. در میارم، موتور ماشینم در میارم. خیلی خب، این ماشین یک سانتیمتر هم نباید حرکت کنه. ولی این ددی که من میشناسم، باور کن ماشین تا اونجا هل میده تا شمال. میدونم دیگه، شم و دینام و دلکو و پلاتینا همه رو واس کردم برای اطمینان. آقا یه فکر جالبی کردم. میخوای ماشین رو اصلا آتیش بزنیم؟ ابله میفهمن که کار ما بوده، چرا نمیفهمی؟ آها راست میگی، خب میفهمن. وایساده اینجا، این بقچه این بغل منو نگام کن. برو سرشونو گرم کن تا من موتور ماشین دارم. برو خیلی توهین کردی. من میگم حالا شما داری میری مسافرت ها؟ بله عروسی دختر خواهر من است، باید بریم ما. خب خوبه، ولی خوش میگذره. خیلی خوش، بیا بریم تو هم. حالا نرین، من میگم اون سائقه و ابر و اینا خشم طبیعت که استادت میکنه. از آسمون اگه سنگ هم ببره من باید برم. باید بریم ما. بله باید حتما بریم. مگه نشینی فامیل آقای پشندی چی شده که؟ آره رفتن تو دره، همونی که آخ آخ آخ. خب یه سوارشی بریم، دیر شد دیگه. بله چشم بابا، چی کار میکن؟ کار نمی کنه. آره خب خیالم راحت شد. بریم شما. خوش بگذره. خوش بریم شما. خوش بگذره بهتون. خوش بگذره. ها بده بیرون. برای چه روشن شدی؟ روشن نشدی نه؟ نمیشنم، اومد میگم من این قرار نبود روشن نشه. من نمیدونم، من میگم ببین، من میگم این استارت زد فقط روشن شد، راه نمیره. آره بابا موتورشو در آوردم گذاشتم تو باغچه. آره راه نمیره. برو آره بریم دیگه. ترمز یا برای اینا ترمزشو استاد کرده بودن، حالا مراسم ختمشون اینا رو بعدا اعلام. نه بابا تصادف کجا بود، الان کنار من وایساده. حرف منو باور نکن، میگم اینجا وایساده. باشه بی، من بعدم به تو زنگ میزنم. باشه خداحافظ. وای بام شاد، بام شاد، بام شاد. میگم این اردیخان نمیخواد بیاد، برین دیر میشه ها.
آها عدی من بیچارم مثل من حتما تا صبح بیدار بوده. دادی آخه نمیدونی تا نصف شب از ما کار کشید. حالا اونی چی؟ ما اومدیم خونه آقا تا صبح یه کابوسای میدیدم. خواب میدیدم این دادی با یک حالت خشمانه شلاق به دست همینجوری داره ما رو توی معدن زغال سنگ میزن از همون کار میکشه از این بامشاد ببین بقیهش رو بعدم برای من تعریف کن. اگه امروز دیر برسی سر کار ددی اخراجت میکنه ها. ددی سر مسائل کاری با هیچکی شوخی نداره. چطور تا دیر وقت ددی حق داره از من کار بکشه؟ اما من که نمیتونم ده دقیقه دیرتر برم سر کار. این معنی میده که من چیز کنم؟ چیز کنی واسه خودت همتینه یه چی میگی بامشادا؟ آره خب میدونیم اینو قبول دارم که مهم کار کردنه. بله دقیقا مهم کار کردنه. خنگ میشی نابود میشی از بین میری هم شب کار میکنی هم صبح کار میکنی هم شب کار میکنی خب از بین میره نه. سلام علیکم. اتفاقی افتاده یا نه؟ دیگه چه اتفاقی از این بدتر باشه جون؟ اردار هم صبح کار میکنه هم شب. ددی خیلی بیرحمانه داره ازشون کار میکشه. دقیقا مریض میشه اردار. این من به شما حق میدم ایشون من اینجا خانم درست میگن من واقعا نیاز به استراحت دارم. من اصلا زنگ میزنم به ددی تکلیفم رو روشن میکنم. کار بسیار خوبی میکنی حتما تکلیفتو با ددی روشن. اردال تکلیفم رو با ددی الان زنگ میزنم روشن میکنم. خب تکلیفتو با ددی روشن میکنی؟ آره آره دیگه میگم یعنی چی اینقدر ددی هم از اردال کار میشه؟ باید استراحت منیت. ببین ویل کوینر تو که داری به ددی زنگ میزنی یه چهارشنبه پنجشنبه جمعه رو مرخصی بگیر دست جمعی یه جاجرود بزنیم باهم شد نه؟ آره اردا. نه البته این کار البته اگر انجام ندید بهتره چون میدونی ددی بیشتر از همون دوباره کار میکشه اون وقت تا مدت ها اردا نه اردم میخوای استراحت کنیم بس مرخصی بگیرم؟ نه نه ما کارمونه بالاخره مسئولیتمونو باید انجام میدم. مهم کاره. اردم نابود میشی خنگ میشی. اردم بله خواهی میخوای بری خب برو دیگه. دقیقا دیر شد نمیخوای بری سر کار. یه لحظه من یه چون رو اردم خیلی خوبه خیلی بریم دیگه دیره. اگر میگن که اینسی تپه بریم دیره. خداحافظ. بریم وای نابود شدین اردن موشی جان. بله الهی بمیرم گریه چرا؟ تسلیت برای چی بهار؟ نه بابا بامشاد نمرده تصادفم نکرده ها؟ نه ببین رفت سر کار الان. آره آخه مجده میگم الان این تفلکی ها بیا خیلی خسته شدن که آخه من فکر کنم بامشاد تاله گشنگی مرده. آخه من میگم که موشی خیلی اینا مسئولیت پذیر شدن نه؟ آره من هیچ موقعی فکرشو نمی کردم که بامشا تا این موقعی شب سر کار بمونه. آره واقعا موشی میدونی چه من میگم اونجا. آره یه قدردانی باید ازشون بکنی حتما. اردم سلام خوبی خسته نباشی. آره هنوز منچول بایی؟ منچول نمیخوای بیای خونه؟ چی شد گوش؟ آها چیزه آره میگه که بعد انو منچول با باشی موجی منی بله ببین منو نگاه من میگم این جدی دیگه شورشو در آورده مگه اینا بردن اینقدر ازشون کار میکشه؟ اردن موجی میگه که جدی دیگه شورشو در آورده مگه شماها بردن که اینقدر کار میکشه؟ آره چی میگه؟ چیزه میگه که بعد اینجا ما بمونیم به خاطر اینکه ددی گفته که بعد این کار رو انجام بدیم گوش نشونه. یعنی ددی یه دونه ساندویچ نگرفته به اینا بده؟ یعنی ددی یه دونه ساندویچ نگرفته به شما بده؟ نه نگرفته. گوشی رو بده من. گوشی. الو سرامردی خواه خوبین شما؟ من میتونم یه لحظه با بامشاد صحبت کنم مرسی. الو بامشاد خوبی؟ تو هنوز غذا نخوردی؟ یعنی یه دونه ساندویچ هم ددی واسه تو نگرفته؟ ببین بامشاد من میگم که شما پاشین بیاین فردا کاراتون رو انجام بدین. چی میگه موشی؟ میگه که اگه ددی از ما جونمونه بخواد ما جونمونه برای ددی میدیم. میگم حالا کی میاین؟ یه ساعت دیگه باش خدافز. چی گفت؟ یه ساعت دیگه میان گفت خدافز.
آخه گفت خداحافظ. میگم ماجی چقدر ددی سنگدل شده جدیدن، چقدر کار میکش از اینو. نه منم نمیدونم، حالا این تفلکی ها نه شام خوردن، دیرم بیان شام یخ کنه دیگه. ما نمیخوریم، ما نمیخوریم تا اونا بیان. باشه. با اینکه با این حرفات حال منو به هم میزنی، ولی به خاطر بامشاد باشه. دست درد نکن. خب پس برو زیر برنج و خاموش کن منی. باشه. باش بابا. سلام علیکم. سلام علیکم. شما خوبی؟ میدونی با اینکه کار و آدم خسته میشه، ولی با این حال نمیدونم خستگی به دل آدم میشینه. نه آره. آره اینو خوب اومدی. این جمله ها رو خوب اومدی. یعنی بدن خسس ولی وجدان شاده. بام شاد. من احساس میکردم تو تا روزی که موهات سفید چه امکان نداره آدم شی، ولی الان انقدر خوشحالم که مرد زندگی. خواهش میکنم. وای وای. چی شده اردن؟ انگشتام از بس که تایپ کردم این دردش داره منو میکشه. این از صبح من از پشت کامپیوتر که پا نشدم که. او وقت فکر میکنم این دو سه شبه من چشمام ضعیف شده. مجد خانم درست دیدم الان؟ آها نه من نه مجده هستم. این فشاری که به چشم اومده الان چشای منو خیلی زد. اردی خان من میگم که خب شماها روز کار کنید، اینطوری یه مقدار دیگه پیش بره، خدایی نکرده مریض میشی باب شد. نیاریم واقعا نمیشه. میدونی کار دیگه، حساب کتاب های آخر سال بعد بالاخره یه جوری آخر سال بخشاد الان که اردی بهشتم من توضیح عرض میکنم. ببینید سال کاری با سال معمولی فرق میکنه. بله. در سال کاری اردیبهشت ماه آخر محسوب میشه. چه جالب، من نمیدونستم. خیلی گشتم. الان دیگه فکر کنم من این قضیه رو با این بشقاب و میز با کنم. الان میرم گرم میکنم. نه اصلا لازم نیست گرم کنیش. کیه؟ در بازه، بفرمایید. سلام علیکم. احوال شما خوبین؟ حالتون چطوره؟ خیلی من من مزاحمتونم شدم؟ بله خواهش. فقط اومدم بگم که قلاب من صندوق عقب ماشین شما جا مونده. قلاب ماهیگیری؟ نه قلاب من تو صندوق عقب ماشین. قلاب ماهیگیری؟ آقای کوروش ببخشید، ولی قلاب ماهیگیری شما توی صندوق عقب ماشینشون چه کار میکنه؟ کاری که نمیکنه اصولا. همین ما چون که رفته بودیم ماهیگیری با هم برگشتی، من یادم رفت قلاب رو فقط بردارم. نه آقای کوروش ببخشید، من حق رو میگیرم. ببخشید شما ماهیگیری تشریف داشتید؟ بله. آها همه تو؟ هممون. بله. آهان یعنی بام شد آقای کوروش. بام شد آقای کوروش. میگن که ماهیگیری بودید، یعنی شما منطول با تشریف نداشتید، ماهیگیری تشریف داشتید؟ من توضیح میدم. این منو هرکوال کرد. من پیشاپیش یک چیزی رو عرض کنم خدمتتون. من مرخص میشم، شما قلاب بعدن اگه خواستیم به من بدین، چون اصلا حال و حوصله دخالت و مسئله خانه. من که میدونی هیالی همش این گفت به من که این بریم کارویل. من توضیح میدم. اون چیزی اگر نگام نکنید، من که میدونی چه بعد پسر خود این به من گفت و من قلبم میکره که نگام. ما اصلا منیجه، من میگم که من ما میخواستیم که بگیم، میخواستیم بعدن بذاریم، بعدن بگیم. آره میخواستیم که سورپرایز بشه.
منیژه تو الان ناراحت شدی؟ کسید این کوروش سلام علیکم بام شادخان، اگر میخوای وضعیت از اینی که هست بدتر نشه یک برنامه بریز که دیگه صدا تو نشنوم. دروغگو! چطور داره تو بعد اینجوری به من دروغ بگی؟ منیت عزیزم اصلا حرص نخور، وقتی این دوتا آقا امشب و شب تا صبح توی راه رو سر کنن یاد میگیرن که دروغ گفتن کار بسیار 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 زشتیه. من متعهدم، من میرم سر کار مسئولم. نه من زشته سکوت اختیار کو! میگه ایرم مردی از صداتون بشنوه مثل پخشم و خوشمه. منیت راست میگه این کار زشت بود، کاری تو درست انجام میدی. آخه اگه درست سبی پس یک جناب آقای بامشاد خان صدا تو من نشنم. ببر فرمودن ببر تو نمیدونم اصلا هرس خوردن نداره ماشی جون، دوتا آدم بی خاصیت. دقیقا منش دوتا آدم غیر خانواده دوست و متشکرم. ترسو ملاقاتتون شب توی راه رو موندنه. برو تو عزیزم. میگم که چیزه، میگم برای شاممون در بزنم، میگم یه ذره به ما شام بدن، حداقل تو راه رو شام بخورن. شام بدن اینا؟ آره اینا الان کارد نمیدن بزنی تو شکمت. ساکت باش فکر کنم. مشته دروغ در زندگی ما الان وزیدن گرفته و اردن رفته ماهیگیری. من تو چرا حالا اینقدر گریه میکنی؟ ببین وقتی اینا شب تا شب تو راه رو بمونن اون وقت اونان که گریه میکنن. آه مجده دیگه چه فایده داره به خاطر اینکه همه یه صفا و صمیمیت در زندگی ما از بین رفته؟ من احساس میکنم که از این به بعد ما باید روشمون رو با این همتینی یه نموره عوض کنیم. منه آه روش دیگه چه فایده ای داره وقتی که زشتی روی زشت زندگی به ما رو آورده؟ به نظر من تنبیه از این به بعد اینا هر کار بدی که کردن همچنین یک تنبیه درست حسابی براشون در نظر گرفته میشه. اردن آه تو تمام پروانه های قلب من رو در دروغ سوزوندی. منیت بله آره از این به بعد با کفگیر داغ پشت دستشون رو میسوزونی. میدونی چیه؟ چینی رو که بشکنه میشه به هم وصل کرد، اما بگو من با این قلبم چی کار کنم؟ منیت بله تو چرا انقدر بد بازی میکنی؟ دیگه داری حال منو به هم میزنی یا؟ همه امروز دل پروانه من رو میشکنند. آه وای دروغ میگه بامشاد. من آقای بامشاد دروغ میگی؟ تو حالا تو اون راه رو بمون تا بفهمی نتیجه دروغ گفتن چیه. اصلا من با قلاب ماهیگیری تک تک اون ماهی رو تو دماغت بیرون میکشم. حله؟ آه اردن میگه من رفیق کنی الان شام چی داری؟ اینقدر حرف نزن. نه حس بده چیلو بده حرف نزن، اعصاب ندارم الان. من الان حس میزنم یه این قرمه سبزی با گوشت دنبه چرد و همینجوری روغن میچکه. حرف نزن اینقدر و سبزی خوردنم دیگه برم یه خیلی ممنون پیاز حرف شد و دوغ. اینا رو ولش کن، فکر کن چه خاکی تو سرمون بکنیم یه جوری اینا رو راضی کنیم بریم آشتی کنیم، امشب فوتبال داره. وای یعنی راست میگی. این یارو انگلی خانوادی و کانونی خانوادی به هم زن است. بلش کن اینا، شما اعصاب تو برای کسی خورد کن که ارزشش رو داشته باشه. واقعا راست میگی هرجان. نه این برگ اوکالیپتوس. واقعا چرا اینجا نشستین؟ چرا ها؟ چرا؟ یعنی تو نمیدونی ما بعد اینجا نشستیم؟ ما از کجا باید بدونم؟
خانواده به هم زن. برو بیرون. شالودی خانواده. من از کجا باید بدونم شما به زناتون نگفتین داریم با من میای ماهی گیری؟ نه من از کجا باید بدونم؟ یعنی تو اینو نمیدونی؟ نه؟ من از کجا باید بدونم؟ اصلا به من چه ربطی داره؟ بچه جون اونم یه چیزایی رو در زندگی باید حدس بزنه بفهمه. حدس بزنه؟ من اصلا حالا که اینجور شد اگه من خودم زن بگیرم با زنم میرم ماهیگیری. اصلا شما دوتا رو نمیبرم که. وقت تو تلف نکن، بی خودی با این حرف نزن بابا. سوا اصلا نگاه نکن. صحبت خودمون رو بکنی. بارمان چه خبر؟ مثل اینکه شام نخوردین. اونش به خودمون مربوطه. آقا جان. قاضی هم به زحمت نیستی. بگو جونه گلابی. حرف اونو الش. خب به هر حال من گفتم شام نخوردیم مثلا میدونم که فوتبال هم شب نمیتونیم ببینیم. گفتم یه نقشه ای دارم میتونم بهتون بگم. حالا که دوست داری این ایرادی نداره. خیلی ممنون، نمیخوام که شما توی زحمت بیافتید. کوروش. گفتی یه نقش پیشنهادی داری؟ آره؟ میگم ماجی جونم، یعنی الان دیگه این کارا رو ما کردیم به ما دروغ نمیگن اونا؟ آره منیز، ببین اصولا هر چیزی یک راهی داره. ماجی دیگه الان تنبیه شدن نه دیگه؟ ساعت چنده منیز؟ ساعت یک نصف شب. یک نصف شب. این الان درست 4 ساعتی توی راه رو هم و به نظر من الان فوق العاده خسته و گرسنه هستن. وای الهی بمیرم ماشی، گناه دارن دیگه، بیاریمشون تو. منیز بس، خجالت بکش. کیه نصف شبی؟ چه میدونم. بله سلام، خواهش میکنم. نه خیر، من خانومشون هستم. شما؟ آهان از طرفدارانشون هستین. بله نه خیر، تصادف نکردن. یعنی چی مرده؟ نه خیر نمردن. نه خیر. بله خواهش میکنم. نصف شبی زنگ زده به من میگه من شنیدم که شوهرتون مرده، من از طرفدارانشون هستم. فکر کردن آقای بامشاد مرده. من نشه تو بدم. ببخشید میگم الان گناه دارم، بیرونن موجی بیاریمشون تو دیگه. من خیلی دلم میخواد بدونم این کاپیتان مالدینی هم میدونه یا نه. این پرشه ها روزا کجا میرنه؟ ولی خوشمزه است. من بعد فوتبال چی دارم؟ من باید برم دیگه. بابام الان میگه کجا بودی دوباره گیر میده. من دعوا میکنم. نه بی خیال. من داریم حل میکنیم. حل میکنیم. اگه گفتی الان چی حال میده؟ اگه گفتی. یه شربت جا میدیم. آخا هم بزنیم. ببینی شما یه شربت اینا رو بخور. من میرم. بشین بگم داریم حل میکنیم. بشین بابا. شما حال کنین دیگه. بشین میگم. خداحافظ. خانم خداحافظ. بچه کچولوه ها. آی بابا چه زیادتی این دوره نمیفهمه این شبا کم پیش واقعا. بام شد گفت خانوما خدافز. گفت خانوما خدافز. آره به ما گفت خانوما. من نمیدونم آخه غیر از ما خانوما که کسی دیگه اینجا. نه یعنی غیر از ما که دیگه کسی اینجا نیست. اونا هم که تو خونه بده. این هم که آخ کمرم داغون شده. چه انجی میکشیم اینجا همه سختی و تنبیه. آخ خوب هستیم. شما این میخواستیم بگیم که ما بلنشی لطفا. بیام تو دیگه حل شد. نه بیرون. بله بیرون. خب ما الان بیرونیم دیگه. منظور از بیرون حیاته. آخه چرا چقدر تنبیه دیگه خستی؟ خواهرم فرمودن که بفرمایید بیرون. منیژه این کار به هر حال غیر انسانی. آخه خانوما میشه شوهرشون بزن تو حیات؟ به راحتی. باب شد. بله باب شد بیرون. یه ترانه آخه تا اون لحجه من رو نیومده برو خودت. بابا این کار بده. بیرون. سرده. بیرون. برو بیرون. منی تو باز
دلت واسه این اردیخان بسوزه اینا آدم بشو نیستم باره تو چیه چیزی میخواستی بگی؟ موجی من میگم که دیگه تا حالا تنبیه شدن این بیچاره ها نه نه نیز میشه تو نگران اونا نباشی اونا هر بلای سرشون بیاد حقشونه نه ببین نیز هوا سرده یخ میکنن در این نه نیز بیرون هوا عالی عالیه نه میگم که نه نیز اردل عادت نداره تو باغچه بخوابه آخر این ببین من نیز تو همین کارا رو کردی که اردیخان انقدر پررو شده انقدر بهش رو دادی که امشب پاشده رفته ماهیگیری فردا میره قایق سواری پس فردا میرم پالاگیر آیدر راست میگی موجی؟ بله این صده چیه؟ ببین اصلا این خیالشون نیست موجی اینا آها آخه موجی اردن رو داره به خودش سیب زمینی که ببین منید من این بام شده از سخت همتونی قشنگ آویزونش میکنم من نمیدونم اینا انقدر شخصیت ندارن که خجالت بکشن موجی بریم بندازیمشون تو کوچه از تو حیات نه ببین منید کوچه نه اینا پاشون به کوچه برسه سر از شمال در میارن راستی پس چی کار کنیم ببین باید یه فکر دیگه کرد یکی بلای درست حسابی دیگه باید سر اینا آورد چی کار کنیم الان؟ اردن منید ساکت من دارم فکر میکنم آه!